فراورده ها میتونن با هم دیگه واکنش بدن و مجددن برای ما واکنش دهنده هامون رو تولید بکنن. مثالی که میتونیم برای واکنش‌های برگشت پذیر در واقع بزنیم همون واکنش‌های آبزدایی نمک‌های آب پوشیده است که اگر در شرایط مناسب قرار بگیرن، وقتی که مولکول‌های آب از مولکول‌های نمک جدا میشن، باز میتونن مجدداً با هم دیگه ترکیب بشن و نمک‌های آب پوشیده رو برای ما تولید بکنن. در این صورت ما در واکنش‌های برگشت پذیر میتونیم به این شکل نمایش بدیم که آب علاوه B در جهت رفت میدهد سی به علاوه دی. میگیم برگشت پذیر هستش، یعنی میتونن فراورده های ما در شرایط مناسب در حقیقت واکنش دهنده های ما رو تولید کنن. بنابراین ما میایم یک پیکانی در این جهت که نماد برگشت هست اضافه کنیم که نشون دهنده یک واکنش دو طرفه هست. در واکنش های برگشت پذیر لزوماً سرعت رفت و سرعت برگشتمون، در واقع سرعت واکنش رفت و سرعت واکنش برگشتمون یکی نیست. یعنی فکر نکنیم چون برگشت پذیره حتماً باید این اتفاق باشه. لزوماً میتونه باشه ولی لزوماً این به این شکل نیست و واکنش رفت و برگشتمون هم میتونه همزمان نباشه. خب پس این نکته ما در مورد واکنش های برگشت پذیر حتما به خاطرمون میسپاریم.